با بهترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان برنامه خبری تحلیلی امشب را نیز می با برنامه شامگاهی صفحه یک که مروری است بر اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب در روزنامه های منتشره ایران نخست مروری بر سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب در گذشت آیت الله خزعلی از فقهای های رادیکال نزدیک به محمود احمدی نژاد همینطور با استاب اظهارات آیت الله علی خامنه در خصوص نقش و جایگاه سپاه پاسداران و نقش این نهاد نظامی تحت امر در مدیریت کردن قدرت سیاسی پس از مرگ احتمالی وی پایان جدال جمهوری خواهان آمریکایی در دو راند رأیگیری برای شکست توافق هسته و موج بیامان افشا و کشف فسادهای سازمان یافته در حوزه زمینخواری همچنین نکته دیگر فعالیت و کنشهای های پیشا انتخاباتی در میان جناها اهم موضوعات و عناوین برگزیده امشب پنجشنبه 26 شهری ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به سمع و نظر شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک و در بخش آغازین برنامه به روال معمول همه شب تلاش خواهیم داشت که بر چند خبر کوتاه نیز نظری داشته باشیم اظهارات خامنه ای بر صدر رسانه هاست به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا یت الله علی خامنه ای با مطرح کردن هشدارهای همچون بیگانگان در زمینه سیاسی به دنبال نفوذ در مراکز تصمیم گیری هستند و یا مراکز تصمیم سازی در چرخه در تحت سیطره بیگانگان خواهد بود از فرماندهان سپاه پاسداران و نخبگان کشور تقاضا کرد تا پایه های تفکر و روحیه انقلابی را چنان مستحکم کنند که هیچ چیز در ادامه این مسیر خللی ایجاد نکند رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت آنها منتظرند که ملت و نظام خوابشان ببرد و ده سال دیگه که مثلا بنده نباشم اهدافشان را محقق کنند بر اساس بیشتر گزارش ها و تحلیل های سیاسی این گونه سخنان همگی حکایت از موج پنهان جدال و نبرد نهان قدرت در میان لایه های بالای نظام جمهوری اسلامی است که در واقع اظهارات رهبر جمهوری اسلامی ادامه هشدارهای نزدیکان وی از سال گذشته و یک سال مانده به انتخابات مجلس خبرگان رهبری است که میگویند اصلاح طلبان و احتمالا اکبر هاشمی رفسنجانی برای حضور در انتخابات این مجلس تلاش میکنن. همچنین در سویه دیگر می محمد خامنه برادر بزرگتر علی خامنه نیز سال گذشته آقای رفسنجانی رو نامزد آمریکایی ها برای نفوذ در ایران توصیف کرده بود و گفت که او و آیت الله حسین علی منتظری بر سر معامله با آمریکا رقابت پنهان داشتند در این راستا روزنامه ها رو نیز نگاه میندازیم در حالی است که روزنامه آرمان در شماره امروز هاشمی رفسنجانی را بر صدر صفحه نشاند و به نقل از این فقیه همینه کنشگر مدنی سیاسی شده در نظام فقها ها سریحا به نقل از وی گفت که انتخابات مجلس قربال افراتی هاست در این میان هاشمی رفسنجانی از ظرفیت توافق هسته‌ای نیز بهره گرفت و ابراز امیدواری کرد که مردم مخالفان برجام را کنار میزنند. در ادامه کاوش و خانش و مطبوعات جدای از جهان سیاست گزارش های اجتماعی خاصی نیز در صفحات نخست روزنامه ها به چشم میخورد که ناشی و نشان از فروپاشی سطوح اخلاق در برخی از مراکز آموزشی و اجتماعی در ایران است آرمان از کشف جنین مرده در حیات دانشگاه تهران خبر داده بود ورق میزنم با دیگر روزنامه ها روزنامه ابرار نیز رهبری ایران رو بر صد صفحه نشاند و با خانش مشترک لایه های راست نزدیک به کلیت حاکمیت خواه به نقل از علی خامنه ای تیت زد که همه باید از مسائلی که به کرامت سپاه لطمه میزند دوری کنند افت و خیز بازار نفت و نوسان و فراز و فرود در بازار ارز نیز کماکان مرتوجه روزنامه های اقتصادی ایران است ابرار اقتصادی اشاره کرد که بازار دیگر نفت سی دلاری را نمی بیند و از قیمت نفت در کف نوشت ادامه می دهیم مرور مطبوعات را با سایر روزنامه دومین شکست مخالفان توافق در سنای آمریکا با دو خانش مختلف در دو طیف روزنامه ها مواجه شد حسب انتظار عمده یا روزنامه های نزدیک به دولت با خشنودی به پوشش این رویداد پرداختند از جمله روزنامه ایران ارگان دولت در مطلب اصلی با عنوان دومین شکست مخالفان توافق ای در سنا به استقبال آن رفته بود بر اساس گزارش روزنامه دولت ایران موافقان برجام در سنا 42 رأی و حامیان تحریم 56 رأی دادند که تعداد آرای جمهوری خواهان نسبت به رأیگیری اول دو رأی کاهش یافت. دموکرات های سنا معتقدند با توجه به نتیجه رأیگیری دوم و پایان مهلت کنگره تا امروز تکلیف توافق معلوم شده است. کاخ سفید نیز اعلام کرد که در صورتی که کنگره تا امروز نظر خود را اعلام نکند دولت برجام را اجرا خواهد کرد و اما تازه ترین اظهار موزه عباس عراقچی در همین زمینه و مضمون و راستا گزارش های بیشماری روزنامه های مختلف منتشر کردن از جمله روزنامه های مثل شرق، ابتکار، اعتماد و سایر روزنامه های همسو به نقل از عباس اراخچی خبر دادند که معاون وزیر امور خارجی در واکنش به تلاش جمهوری خواهان آمریکا برای لقو برجام اظهار کرده بود تعهد به تفاهم برجام یک موضوع دو طرفه است هر یک از طرفین می توانند برجام را ملغا اعلام کنند اما این موضوع منجر به طرف مقابل از تفاهم خواهد شد سید عباس اراقچی با بیان اینکه بر اساس متن تفاهم برجام بحث برگشت پذیری به شکلی متناظر وجود دارد اظهار کرد تفاهم ایران و گروه پنج به علاوه یک به تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده که این موضوع به نوعی الزام حقوق بین الملل برای طرفین ایجاد کرده است معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در همین راستا ادامه داد که بر این اساس طرفین ملزم هستند تا وقتی که طرف مقابل به تعهدات خود پایبند مانده است آن را نقض نکند و قطنامه شورای امنیت نیز به نوعی زمانت اجرایی ایجاد کرده که اگر دولت آمریکا آن را نقض کند به نوعی تعهدات و الزامات بین یا آمریکا را نقض کرده است ایشان با بیان اینکه اگر چه اصل حاکمیت برای طرفین در برجام وجود دارد اما هر کشوری که از تفاهم خارج شود باید تبعات آن را نیز بپذیرد در این خصوص اشاره کرد که نقض تفاهم برجام منجر به تبعات سنگین سیاسی و بین المللی خواهد شد و به طرف مقابل اجازه میدهد دهد برنامه های خود را از سرگیرد عباس اراخچی خاطر نشان کرد بر همین اساس ایران در صورت لغو تفاهم برجام می تواند برنامه های سلحامیز خود را بدون هیچ گونه محدودیتی مجددا آغاز کند. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی اشاره کرد آمریکا با لغو تفاهم برجام که به نوعی نقض قطنامه شورای امنیت سازمان ملل است باید هزینه های سیاسی و حقوقی آن را در جامعه بین الملل بپردازد ایشان تصریح کرد که آمریکایی ها اگر توانایی پرداخت هزینه های نقض تفاهم برجام را در آینده دارند می آن را نقض کنند و جمهوری اسلامی طبعا عکس عمل خود را نشان خواهد داد و برنامه های راهبردی خود را از سر میگیرد ادامه بردم ها با سایر مطالب در این بخش از کاوش روزنامه ها میخوانیم و میکاویم گفتگوی ویژه با حسن کامران که در روزنامه شرق انتشار یافت گزارش گفتگویی با عنوان 11 میلیارد تومان هزینه دیوار کشی دور مجلس بر اساس این گزارش گفتگو احداث دیوار بتونی دور مجلس تقریبا به اتمام رسیده و حالا دیگر دیواری بلند و بتونی خانه به اصطلاح ملت را احاطه کرده است پیش از این جعفرزاده ایمین آبادی در تذکری نسبت به ساخت این دیوار انتقاد کرده بود و احمد توکلی هم گویی یا فروردین ماه خواستار توضیح هیئت رئیسه درباره جزئیات احداث این دیوار شده بود اما اولین کسی که به این سازه اعتراض کرد حسن کامران نماینده اصفهان بود ایشان اسفند ماه سال گذشته در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس گفت حضور شرکت سامن سازه ارش در مجلس چه سیغه است؟ حضور این شرکت در مجلس شورای اسلامی چه معنایی دارد که پروژه ای را با ترک تشریفات در مجلس اجرا می کند؟ این پروژه بدون هماهنگی با بخش فنی مهندسی مجلس است. نباید اجازه تشریفات زیاد از حد را بدهید. این دیوار بتونی مجلس را بیت رهبری هم ندارد. موسا نظر مدیر کل پشتیبانی و مهندسی مجلس هم درباره پیمانکار این پروژه به ایران گویا گفته بود این پیمانکار متعلق به بنیاد تعاون سپاه است که در طرح توسعه مجلس با ما همکاری دارد و مورد تایید پدافند غیر عامل مجلس هم هست اما حسن کامران که اولین اعتراض را به ساخت این دیوار در صحنه مجلس بیان کرده بود پیش از تعطیلات شهریور ما بار دیگر نسبت به ساخت این دیوار در سحن علنی مجلس انتقاد کرد. اما حسن کامران در گفتگو با شرق به برخی از جزئیات قرارداد احداث این دیوار نکات جالبی رو اشاره کرد. از جمله در پاسخ به این سوال که علت اعتراض شما به این دیوار چه بود؟ جواب داد که من از همان ابتدا که میخواستند احداث این دیوار را آغاز کنند در سحن علنی مجلس تذکر دادم. بنده سوال کردم علت اینکه قرار است دیواری از 120 سانتی متری عمق زمین تا ارتفاع 150 سانتی متری روی زمین احداث شود چیست چون قرار بود دیواری بتونی از عمق 120 سانتی متری زمین تا ارتفاع 150 سانتی متری روی زمین بنا کنند و چون این دیوار بتونی 270 سانتی متری دور بیت رهبری هم وجود ندارد بنابراین باید معلوم شود که چرا تصمیم گرفته اند چون این سازه ای را دور مجلس بنا کنند ادامه با دیگر روزنامه ها روزنامه اعتماد در مطلبی به عنوان ختم بازی آمریکایی که در واقع تیتری دو پهلو بود و با ورز واژگان در دنیای روزنامه نگاری هم به معنای ختم بازی آمریکایی که مدلی از گفتمان در واقع دو پهلو بود و هم به معنای ختم بازی آمریکایی است که البته معطوف به معنای نخست است یعنی به مفهوم پایان جدال کنگره و سنا با دولت در دو دور رأیگیری بود همچنان بیننده ی برنامه شامگاهی صفحه یک هستید با آخرین و مهمترین یادداشت‌ها، تحلیلها و اخبار ایران جهان و منطقه در روزنامه های اصلی با خانشو و کاوش بیشمار انتخابات مجلس شورای اسلامی و رقابت های زود هنگام و تلاش برای به دستگیری کرسی های پارلمان در روزنامه های اصلی کشور جایگاه خاص خودش رو پیدا کرده روزنامه ابتکار نزدیک به دولت روحانی سریحا در سرمقاله شماره امروز به نیروهای اصلاح طلبان خط و مش میداد و ساز و کار نشان میداد که چگونه بکوشند تا به مجلس راه یابند در ارائه راهکارهای در واقع کارویژه های اشاره شده در روزنامه ابتکار این گونه اشاره می شد که اصلاح طلبان در صورتی که بخواهند در انتخابات مجلس با تکیه بر تابلوی اصلاح طلبی کاندیده های خود رأی بیاورند و سندلی های بیشتری را در بهارستان تصاحب کنند باید به فکر تلاش برای کشاندن هرچه بیشتر مردم و به ویژه هواداران خود پای صندوق های رأی باشند اما دومین نکته که روزنامه ابتکار به گونه سازوکار و مکانیزم ارائه می کرد این بود که نباید از نگاه اصلاح طلبان مقفول بماند این نکته است که از یک سو تمام انتخابات در تهران و برخی شهرهای بزرگ خلاصه نشده است در واقع یک کرسی مجلس چه از تهران باشد و چه از حوزه انتخابیه با یک نماینده همون یک کرسی است و میتواند مهم باشد توجه به با حوزه های انتخابیه کوچکتر و وجود کاندیده هایی که در چنین حوزه هایی امکان رأی آوری و حضور در مجلس را داشته باشند از منظر روزنامه ابتکار گاه از دید اصلاح طلبان پنهان میماند از سوی دیگر ابتکار اشاره کرد که در بسیاری از مناطق کشور این صرفا نوع نگاه سیاسی و نیز روندهای کلاسیک انتخاباتی مثل شهرت کاندیدا و تبلیغات کمپین های رسانه ای و انتخابی و غیرو نیست که آرای مردم را به سبد یک کاندیدا میریزد بلکه موارد دیگری همچون عوامل قومی قبیله ای مذهبی و مانند اینهاست که میتواند در انتخابات نمایندگان مؤثر باشد که از منظر روزنامه ابتکار نوشته بود باید از آن کرد که جایگاه اصول در این زمینه مستحکم تر است و اگر اصلاح طلبان میخواهند از چنین مناطقی سهمی در کرسی های مجلس داشته باشند بایستی در این راستانی سرمایه گذاری کنند موضوعی متفاوت در شماره روزنامه آفتاب یزد که در واقع تمام نیم صفحه اصلی رو به غیر سیاسی ترین موضوع ممکن در این سیاسی ترین روزنامه موجود اختصاص داده بود برگزاری جشن طلاق در آنتالیا سارا علایی گزارشگر این روزنامه با اشاره به ضد ارزش بودن طلاق به مسابه یک معضل اجتماعی با ابراز شگفتی از دگرگونی ارزش ها در جوامع مختلف نکاتی تازه کنار میزد که چگونه طلاق به عنوان یک مکانیزم مدنی و مفاهمه آمیز میتواند نقش مطلوب و بعضا مثبتی حتی در کنار گذاشتن اختلافات میان زنان و مردان بدون خشونت نقش ایفا کند و بدین روی این موضوع رو گزارش داده بود و اما روزنامه شرق در یک گزارش اختصاصی به عنوان احمدی نژاد کیست به شرح و واکاوی دیدگاه این طیف سیاسی نوظهور که سالیان است گویی یا نظام فقها را دچار آشفتگی هایی کرده پرداخت محسا جزینی در این گزارش با طبقه بندی کردن دیدگاه حاکم در تیم احمدی نژادی ها این گونه نوشت که در ادبیات سیاسی آنها جریان های سیاسی به سه دسته تقسیم می شوند احمدی نژادی ها اصلاح طلب و اصولگرا تقریبا هیچ اصولگرایی را قبول ندارند با پایداری ها که به زمین روزنامه کارد و پنیرند مقایسهشان هم جالب است مثل این پرسش که از کی تا به حالا اصولگراها احمدی نژادی شدند یا مگر اصولگراها احمدی نژادی بودند انگار اول احمدی نژاد و احمدی نژادی ها متولد شدند و پس از آنها اصولگرایی زاده شد از نگاه آنها فقط یک احمدی نژاد و مشاعی وجود دارد و لاغیر برایشان تقریبا اصلاح طلب و اصولگرا یکی است بر اساس بخشی از اظهارات یکی از احمدی نجادی ها گفته بود من چون بالا و پایین اصلاح طلب ها و اصولگرا ها و اماریون و کیف و ها را دیدم تقریبا معتقدم یکی هستند در دهه گذشته و آینده معیار احمدی نژاد است که پرچم دستشه خود امار پندار مسباهیون. از واژگان سیاسی اختراعی آنهاست و از اصلاح طلبان هم واژه دلواپسان را به آریت گرفته و وارد دائره واژگانی خود کردهاند نوع نگاهشان به شخص علی لاریجانی و حاشمی رفسنجانی را هم میتوان از نحوه نوشتار مرسوم و املای اسامی این دو نفر در گروه های اجتماعیشان فهمید گزارشگر روزنامه شرق با این پرسش که بدنه حامیان احمدی نجاری ها چه کسانی هستند و این روزها چه می به نشان شناسی حلقه احمدی نجادی ها برداخت و نوشت اگرچه احمدی نژاد هم مانند هر رئیس دولت یا سیاست مداری طرفدارانی از طبقات و سنین مختلف دارد اما بیشتر حامیان او به ویژه فعالان رسانه حاضر در گروه های اجتماعی عموما جوانان 25 تا 35 ساله ان. حامیان او دو اند آنها که احمدی نژاد را مساوی با مشایی و برعکس می دانند و کوچکترین انتقادی رو علیه هیچ کدام از این دو شخصیت بر نمی تابند. اقبالشان به این دو نفر از جنبه حمایت فراتر رفته و به نحوی از آنها شکلی از تقدسگرایی و شخص پرستی پیدا کرده است تعبیری مانند این که اگر دکتر یک کار کرده باشد آن معرفی مشایی به دنیا احمدی نژاد به نظر آنها مظلوم تر از رجایی و بهشتی است یکی از آنها درباره این تعصب میگوید بسیاری از ما هویت سیاسی من با آمدن احمدی نژاد شکل گرفت نوجوانان و جوانانی که با تیر ماه سال 84 سیاسی شدند همانطور که برای بسیاری از شما دوم خورداد منشأ هویت سیاسی است و با این گزارش تحلیلی از روزنامه شرق وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد ضمن دعوت از شما به تماشای ادامه برنامه های امشب از جمله برنامه خبری تحلیلی آن سوی خبر در ایران فردا این جانب از محضر شما خوبان خداحافظی میکنم تا آنگاه شامگاه خوش بدرود